سرخط خبرها. انتشار ایمیل های جدید لو رفته از سفیر پیشین بریتانیا در واشنگتن. کیم داروک گفته بود ترامپ از لج اوباما از برجام خارج شد. بریتانیا میگوید ایران تضمین بدهد نفت به سوریه نمیفرستد. نفتکش جبل و طارق را آزاد میکنیم. اعتراض به سیاست‌های مهاجرتی در آمریکا، دولت می‌گوید 1 میلیون نفر حکم اخراج دارند. و اعتراض پشت کنکوری‌ها در افغانستان 1 هفته بعد از اعلام نتایج، می‌گویند سهمیه بندی عادلانه نیست. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. سفیر پیشین بریتانیا در واشنگتن گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از سر لجاجت با باراک اوباما از توافق برجام خارج شد. کیم داروک در بخشی تازه از یادداشت‌های محرمانه‌اش که امروز در رسانه‌ها منتشر شده، همچنین نوشته خروج از توافق هسته‌ای تصمیم شخصی آقای ترامپ و نوعی خرابکاری دیپلماتیک بوده. هفته پیش انتشار ایمیل‌های محرمانه آقای داروک در رسانه‌های بریتانیا روابط این کشور با آمریکا را دچار تنش کرد و باعث کنارگیری او شد. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد، از همین شهر با ماست. خانم میزر، این نظری رو که سفیر پیشین بریتانیا در واشنگتن مطرح کرده قبلا هم از سوی سیاستمدارای دیگه مطرح شده بود و همینطور مخالفت بریتانیا با این موضع واشنگتن که از برجام خارج شد چیز جدیدی نبوده. الان اهمیت در این ایمیل ها چیه؟ یک اهمیتش اینه که این گزارش به خصوص مربوط به مقطعی است که آقای جانسون به واشنگتن سفر کرده برای اینکه از طرف دولت خانم می قانع کنه ترامپ رو که در برجام باقی بمونه، و در نتیجه اگرچه نمیشه حد زد که دقیقاً هدف کسانی که دارند این یادداشت‌ها رو علنی میکنن دقیقاً چیست، ولی از جنبه‌هایی در این مقطع خاص سوال‌های بیشماری رو برمی‌انگیزه، از جمله حمایت ترامپ از جانسون، رابطه جانسون با ترامپ. ولی درست میگید که حدس همیشه بر این بود که یکی از دلایل عمده مخالفت آقای ترامپ ربطی به سیاست خاص خود ایشان در رابطه با برجام نداشت، خصومتش با باراک اوباما و برجام بود، و تا حدی این یادداشت‌ها اثبات میکنه که این حدس درست بوده. مسئله دیگه که باعث دو دستگی هم شده اینجا مسئله آزادی بیانه. پلیس به رسانه‌ها گفته بود دیگه بیشتر از این ایمیل ها رو منتشر نکنن چون یک مسئله محرمانه بوده، و از طرفی رسانه‌ها و بعضی از سیاستمدارها میگن که این آزادی بیان رو نقض میکنه. کاملا درسته. ببینید، این یادداشت ها در صورت داره از طرف کسی منتشر میشه که در درون وزارت خارجه است یا در درون دولت یا سیویل سرونت، کارمند رسمی دولت. در نتیجه کسی است که امضا کرده این قرارداد مخفی نگه داشتن اسناد دولتی رو، ولی از طرف دیگه مسئله مورد بحثی است، مسئله جالبی است. من فکر نمی‌کنم بی ربط باشه به مسئله برکسیت، بی ربط باشه به انتخابات درون حزب محافظه‌کار، چون تأثیر مستقیمی که داره میگذاره بر اون انتخابات و بر مسئله کلی‌تر جانشینی نخست وزیر بریتانیا است. ولی از طرف دیگه تا اونجا که من میفهمم آقای ترامپ، پسرش، خانواده‌اش شدیداً ناراحت شدند از این افشاگری‌ها، و این میتونه تأثیر دراز مدت‌تری شاید بر روابط بریتانیا و ایالات متحده بگذاره. خیلی ممنونم ازتون یاسمین میزر از آکسفورد با ما.
اتحادیه اروپا درباره نقض پیمان منع استفاده از موشک‌های هسته‌ای میانبرد از سوی روسیه ظرف سه هفته آینده ابراز نگرانی کرده. فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از مسکو خواسته به این پیمان پایبند باشد. مسکو نقض این پیمان را رد می‌کند. دونالد ترامپ فوریه گذشته مشارکت آمریکا در این پیمان را متوقف کرد و به روسیه تا ماه آینده وقت داد که پایبندی خود را به آن اثبات کند. این پیمان در دوران جنگ سرد میان روسیه و آمریکا امضا شد و بر اساس آن استقرار موشک‌های زمینی با برد 500 تا 5500 کیلومتر در اروپا ممنوع است. سخنگوی دولت ایران خبر بازداشت یک شهروند دو تابعیتی ایرانی فرانسوی را تایید کرده. بر اساس گزارش‌ها فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس، بیش از یک ماه پیش در یکی از سفرهای خود به ایران دستگیر شد. گزارش شده ماموران اطلاعات سپاه پاسداران خانم عادل‌خواه را در خانه اش بازداشت کردند. هنوز مقام‌های قضایی و امنیتی درباره این خبر توضیحی ندادند. امروز مجلس ایران جلسه بررسی بودجه امسال و سال آینده را غیر علنی برگزار کرد. نمایندگان به رسانه‌ها گفتند موضوع این جلسه بررسی بودجه دو ساله، حذف یارانه پنهان انرژی و ایجاد درآمدهای جایگزین نفتی بوده. جلسه‌های بررسی بودجه در مجلس ایران معمولاً علنی است. سهمیه بندی و دونرخی شدن سوخت و احیای دوباره کارت سوخت از جمله مسائلی است که در ماه‌های اخیر به ویژه پس از ادامه کاهش ارزش ریال در مقابل دلار از سوی مقام‌های دولتی مطرح شده. بنابر گزارش‌ها اکبر طبری، معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضاییه ایران، چند روزی است که بازداشت شده. این خبر را یکی از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده، ولی درباره علت بازداشت مقام ارشد سابق چیزی نگفته. آقای طبری در دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه معاون اجرایی او بود. او همچنین در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی مدیر کل مالی قوه قضاییه بود. در سالهای اخیر برخی نمایندگان مجلس قوه قضاییه ایران را به فعالیت‌های مشکوک و مشکل‌دار اقتصادی متهم کردند. محمد جواد ظریف گفته ایران بر حق صادرات نفت خود تاکید دارد. دیروز جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، تلفنی با آقای ظریف گفته بود اگر جمهوری اسلامی تضمین بدهد که محموله نفتکش گریس وان به سوریه نمی رود، زمینه آزاد شدن آن را فراهم خواهد کرد. نفتکش گریس وان 10 روز پیش به دست نیروهای بریتانیایی در آبهای جبل و طارق توقیف شد. شبنم شعبانی گزارش می دهد. 4 سال بعد از امضای برجام، فشارهای آمریکا بر اقتصاد و به ویژه صادرات نفت ایران بی سابقه است. ایران از شرکای اروپایی برجام به شدت انتظار دارد وضعیت را بهبود ببخشند، به ویژه در مسئله صادرات نفت که اقتصاد ایران به آن وابسته است. نفتکش گریس وان، حامل نفت ایران، 10 روز است اینجا در سواحل جبل طارق به اجبار لنگر انداخته و توقیفش روابط ایران و بریتانیا را دچار تلاطم کرده. نگاه‌ها در تهران از 10 روز پیش به این دهکده ساحلی کوهستانی متعلق به بریتانیا دوخته شده. مناقشه بر سر این نفتکش تهران را مضطرب کرده که اروپا به دنبال تبعیت از رویکرد واشنگتن است. تلاشی برای جلوگیری از صادرات نفت ایران مطابق تحریم‌های آمریکا. با این همه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید تهران بر حق صادرات نفت خود تاکید دارد. با جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفتگو کردم. در مکالمه من به روشنی گفتم که ما می‌خواهیم مسئله توقیف نفتکش حل شود. نگرانی ما مقصد کشتی است که معتقدیم سوریه بوده و برای ما مهم نیست که در کجا بارگیری شده. اگر ما ضمانت مناسب دریافت کنیم که نفتکش گریس به سوریه نخواهد رفت، پیگیر آزادی آن البته از راه‌های حقوقی در جبل الطارق خواهیم بود. ایران از همان ابتدای توقیف نفتکش تاکید کرده که مقصد آن سوریه نبوده. مسئله‌ای که پیگیریش در صورت رفع توقیف نفتکش دشوار نخواهد بود. تهران شاید بتواند تضمین لازم برای آزادی کشتی را فراهم کند. تهران تضمین لازم برای آزادی کشتی را احتمالاً به زودی فراهم خواهد کرد. باید دید با فرونشستن امواج این تلاطم نفتکش ایران به مقصد خواهد رسید یا نه. شبنم شعبانی، بی بی سی.
بر اساس بعضی گزارش‌ها از ایران، بازداشت امضا کنندگان نامه‌ای که استعفای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در آن تقاضا شده بود ادامه دارد. دیروز محمد مهدوی فر، کنشگر مدنی و یکی از 14 امضا کننده این نامه بازداشت و به زندان کاشان منتقل شد. هفته پیش هم محمد نوریزاد از دیگر امضا کنندگان آن بازداشت شد. این کنشگران مدنی گفتند برآورده شدن خواسته های آنها بدون استعفای رهبر ایران و تغییر قانون اساسی غیر ممکن است. محمد ملکی، گوهر عشقی و رضا مهرگان هم از امضا کنندگان این نامه هستند. از هاشم خواستار، معلم بازنشسته و از امضا کنندگان این نامه درباره جزئیات خبر بازداشت شدگان پرسیدم. بنده فقط اینقدر اطلاع دارم متاسفانه که به ما اطلاعات اونچنانی اجازه نمیدن که ایشون رو از خانهشون آمدن بازداشت کردن و تنها در مورد ایشون نیست که آقای نوریزاد رو قبلا بازداشت کردن، دوست ما آقای مهرگان کتک کاری کردن که مشخص عوامل امنیتی زدن و همینطور بسیار مسائل دیگر برای بقیه دوستانمان به وجود آوردن و در تلگرام در خصوصی من بسیار زیاد آمدن فحاشی میکنن، حرفهای بسیار زنندهی میزنن که واقعا جای تأسف هست و نشون میده که نشانه شخصیت خود اون فرد نیست، نشانه اون حاکمیتی هست که از این ادبیات استفاده میکنن. من خیلی خیلی واقعا متاسفم برای حکومت و برای شخص رهبر که اندک انتقادی که ما به رهبری میکنیم، این حق قانونی ما هست که میگیم که آقای خامنه ای این 40 سال این جمهوری اسلامی کشور ایران، ملت ایران به فقر و فلاکت نشونده و با تمام دنیا سر جنگ دارید و با تمام همسایگان ما هم همینطور سر جنگ دارید. آقا بذارید برید کنار، ملت ایران میخواد با تمام دنیا در صلح و آشتی به سر بره، میخواد کشورش مثل بقیه دنیا پیشرفت کنه، توسعه پیدا کنه، وضع اقتصادشون خوب بشه، معیشتشون خوب بشه، ولی ما این حرفا رو هم میکنم در چی؟ بر توهین به رهبری و حتی اقدام علیه امنیت ملی. خیلی خیلی اتهامات بسیار گنده که از نظر همون قانون خودشون این انتقاد هست، ولی اینا خب میگن دستگاه قضایی که ما مستقل نداریم راحت بیان میکنن که چی؟ که نخیر، شما توهین به رهبری کردید. در آمریکا ماموران مهاجرتی قرار است امروز در 10 شهر به سراغ کسانی بروند که مدارک مهاجرتیشان کامل نیست و احضاریه‌های دادگاه را نادیده گرفتند. دولت میگوید 1 میلیون نفر حکم اخراج دارند اما همچنان در آمریکا هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته این افراد به کشورهای خود فرستاده میشوند. گروه‌های حقوق بشری در مخالفت با این اقدام بر اثر سوء آن بر خانواده‌ها و کودکان انگشت می‌گذارند و شروع به آموزش این گروه از مهاجران برای مقابله با ماموران دولتی کردند. آزاد شهرشهانی، فعال حقوق مهاجرین از آتلانتا با ماست. خانم شهرشهانی، شهر شما هم یکی از این شهرهایی که قرار بوده که ماموران اخراج کنن مهاجران غیرقانونی رو، الان تا اینجای روز خبری شده؟ نه خیر، امروز فعلا خبری نشده، ولی خب در ماه‌های پیش، در سال‌های پیش این مامورین اداره مهاجرت به هر حال مردم رو دستگیر کردن، حالا تعداد کمتری از مردم رو. اگر که این افراد مهاجر غیرقانونی هستن و در دادگاه هم حضور پیدا نکردن، مخالفت فعالین حقوق بشر با اخراجشون چیه؟ والا مسئله خیلی عمقیه. یکیش این که قوانین مهاجرت در آمریکا خب ناعادلانه است، همونطور که ما میدونیم. یکیش همین پیشگیری جلوگیری از مسلمونا من جمله ایرانه، مال خیلی کشورها. یکیش هم که به هر حال اگه شما مال کشورهای باشین مثل مکزیک یا جاهای دیگه اون اطراف، تعداد خیلی کمی از آدما میتونن بیان تو آمریکا و کار کنن. کسی که حتی بخواد مثلا یه چند ماه بیاد کار کنه برای کاری که احتیاج بهش هست تو آمریکا و بعد برگرده به مملکتش، احتمالش خیلی کمه که همچین آدمی بتونه بیاد. و همینطور هم ما دیدیم قبلا که همین ماموران اداره مهاجرت رفتن خونه آدما، حتی اگه اون شخصی که دنبالش بودن تو اون خونه نبوده، به هر حال اومدن تو و آدمای بیگناه دیگر رو دستگیر کردن.
خیلی وقتا شده که به هر حال بچه ها اونجا بودن، بچه هایی که خودشون ممکنه شهروند آمریکا بوده باشن، و خب این خیلی تحت تاثیر قرار میده اونا رو، برای اینکه به هر حال زندگیشون از هم میپاشه، ممکنه مجبور باشن برن یه مملکتی که اصلا هیچگونه آشنایی باش ندارن. خب خیلی هم هستن که مخالف آمدن این مهاجران به آمریکا هستن. آقای ترامپ از واژه حمله استفاده کرده بوده درباره یک کسانی که راهی آمریکا شده بودن در یک گروه بزرگی. چه کار پس باید کرد برای راضی کردن کسایی که نمیخوان مهاجران غیرقانونی به کشور بیان؟ خب مسئله برمیگرده از نظر ما به خود به هر حال سیاست‌های خارجی دولت آمریکا. به هر حال این دور و اطراف آمریکا در آمریکای لاتین، دولت آمریکا خیلی وقته که داره جنگ ایجاد میکنه، کودتا ایجاد میکنه. همین در هندوراس، یکی از کشورهایی که ما میبینیم مردم خیلی ازش دارن الان سعی میکنن که بیان بیرون. در سال 2009 یک کودتا انجام شد که دولت آمریکا هم اون موقع اوباما سر کار بود، یه جوری از این حمایت کرد و باعث شد که یه شخصی که مانوئل زلایا که دموکراتیکلی به هر حال اینو انتخاب کرده بودن، اینو از قدرت بکشونن پایین و شخصی که آمریکا ازش حمایت میکرد بذارن سر کار، و این خودش ناامنی ایجاد کرد در مملکت. الان هم اونا هنوز سر کارن، ملت دارن کشته میشن، من جمله مدافعین حقوق بشر هنوز دارن کشته میشن، بهشون حمله میشه، شرایط خیلی ناامنه و مردم مجبورن فرار کنن. اینجوری نیست که مثلا یکی صبح پاشه بگه من میخوام حالا مثلا بیام آمریکا، مجبورن، چاره دیگه ای ندارن. و برای اینکه این اوضاع عوض بشه، یکی از چیزایی که باید واقعا عوض بشه همین سیاست‌های خارجی دولت آمریکاست. خیلی ممنونم ازتون. آزاده شهشهانی، فعال حقوق مهاجرین از آتلانتا. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. یادداشتی از سفیر پیشین بریتانیا در واشنگتن میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از لج باراک اوباما رئیس جمهوری سابق این کشور از توافق برجام خارج شد. 10 روز بعد از توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق بریتانیا میگوید ایران تضمین بدهد که این نفتکش به سوریه نمی رود تا آزاد شود. در ادامه برنامه، اعتراض پشت کنکوری ها در افغانستان 1 هفته بعد از اعلام نتایج. سازمان ملل متحد خواهان برچیده شدن همه بازداشتگاه‌های مهاجران غیرقانونی در لیبی شده. 2 هفته پیش یکی از این بازداشتگاه‌ها در جریان درگیری‌های داخلی لیبی بمباران شد. لیبی عمده‌ترین گذرگاه غیرقانونی کوچندگان آفریقایی به مقصد اروپا است. بیش از 5600 نفر از این مهاجران در بازداشتگاه به سر می‌برند. مرداد فرهمن از راه ناامن لیبی و وضعیت بازداشتگاه‌های مهاجران گزارش می‌دهد. سیل کوچندگان آفریقایی بیش از هر جا از لیبی است که خود را به اروپا می رساند. سرنگونی قذافی و تبدیل کشوری بسته و امنیتی به سرزمینی از هم گسیخته و آشفته است که لیبی را جولانگاه قاچاقچیان انسان کرده. راه اروپا دراز و دشوار و خطرناک است. خانه اول صحرای سوزان آفریقاست. با پشت سر گذاشتن این درندشت بی‌آب، تشنه لب به آبی میرسند که قاتل است، نه مایه حیات. قاچاقچیان قایق‌ها را تا سرحد غرق شدن لبالب از انسان می‌کنند. صحرای بی آب و دریای پر آب تنها دشمن کوچندگان نیستند. اگر گیر پلیس بیفتند، زندانی اردوگاه‌هایی می‌شوند با چنین وضعی. از خانه رانده و از سفر مانده، باید با کمترین امکانات، محروم از بهداشت و خوراک کافی و امنیت، با انتظار آینده‌ای نامعلوم بسازند. دولت‌های اروپایی ترجیح می‌دهند این کوچندگان در همین بازداشتگاه‌ها بمانند، نه در اردوگاه‌های پناهجویان در خاک اروپا. کرانه 1100 کیلومتری لیبی زمانی امن‌ترین گذرگاه برای اروپاییان و دروازه‌بانش قذافی بود.
قذافی را برداشتند و اکنون باید دلواپس دست کم سالی 180 هزار کوچنده غیر قانونی باشند که هزاران نفرشان البته بی جان و با موج آب به ساحل اروپا میرسند، نه سوار بر قایق. مرتضى فرهمند، بی بی سی. دولت افغانستان ساخت بزرگترین مجتمع اداری را امروز در کابل آغاز کرد. این پروژه 20 سال طول می کشد و بیشتر از 1.2 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. قرار است 27 وزارتخانه و نهاد دولتی و 50,000 کارمند در این مجتمع مستقر شوند. دولت 100 هکتار زمین را در غرب شهر کابل برای ساخت آن اختصاص داده. یه خانم که ما از بغلان است و ما شرف داریم که امروی ما کمک میکنه و در خانه ما در دارلمان میامد، خودش از بغلان است. هر هفته بلان آقا میگفت آیا شما اینقدر همت ندارین که این قصر آباد کنین؟ امروز همت افغانی رو میبینین، همت افغانی است که گذشته خود زنده کنین. نوید ماییست که تمام اداره دولت در یک جای به صورت منسجم جمع میشن. قصر دارلمان احیا شده، استر محکمه را تعدابش گذاشته میشه، هر سه قوه افغانستان دیج ممثل میباشه و تعمیرهای دیگه می و مرکز شهر دوباره به شهروندای افغانستان تعلق میگیره، به شهروندای کابل تعلق میگیره. اشرف غنی، بوجه جمهوری افغانستان. همچنان در افغانستان با گذشت حدود یک هفته از اعلام نتایج کنکور، شماری از داوطلبان در شبکه‌های اجتماعی همچنان معترضند. آنها دولت را متهم می‌کنند که در نتایج کنکور سهمیه بندی قومی و منطقه‌ای صورت گرفته. این کاربران عکسایی را از جدول نتایج دست به دست می‌کنند که طبق آن داوطلبانی با نمره بالا نتوانستند به دانشگاه بروند، اما برعکس کسانی که ده‌ها نمره کمتر گرفتند موفق به راهیابی به دانشگاه دولتی شدند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید متقاضیانی که نتوانستند وارد دانشگاه شوند در انتخاب‌هایشان اشتباه کردند. نسرین نوا گزارش می‌دهد. رفتم وزارت تحصیلات عالی بخاطر از اینکه مشکل خالص و مشکل ما برجان ارزش. راه پرپیچ و خم تحصیلات عالی در افغانستان. مریم یکی از ده‌ها هزار اشتراک کننده کنکور با 329 نمره از 360 نمره به آرزویش نرسیده. چپ به طرف راست بود. مشکل او در انتخاب‌هایش بوده. یک نفر یک سال زحمت بکشه، زحمتش به خاطر یک کود اون اون بلندترین، یعنی شاید 360 نگرفته باشم یا نتونسته باشم به اول نمره کنکور شم، اما نمره را گرفتیم که در سطح کابل در طب برابر است و به خاطر می‌خوایم که ما به انتخابم جذب شم، می‌خوایم به حقم برسم. اما داستان برای بسیاری فرق می‌کند. گلایه از معیارهای دوگانه، یکی با 303 نمره از کابل بی نتیجه و دیگری با 183 نمره از ولایتی دیگر به دانشگاه طبی کابل راه یافته. داوطلب ما زمانی که میه بسن امتحان، گفته مسئولان کانکور امسال تفاوتهایی با سالهای پیش داشته، از جمله اختصاص 25% فرصتها به 8 حوزه امتحانی، آنچه که بسیاری آن را ناعادلانه میخوانند. اصلا سهم نیست، فقط چیزی که وجود داره نوعیت رقابت ما تغییر کرده. ما رقابت ما را به سه کتگوری بین داوطلب ها را برا انداختیم که هر داوطلب، هر کتگوری داوطلب خاص خود داره. مهمترین تفاوت کنکور امسال در ایجاد گزینه جدید برای اشتراک کننده ها بوده، اینکه با کل کشور رقابت کنند یا با چند ولایت محدود. اشتراک کنندگان کنکور امسال 174,871 نفر بوده که 154,647 نفر به دانشگاه راه یافتند. 99,210 دختر و 55,437 پسر. تعداد دختران تقریباً دو برابر پسران به دلیل وجود تبعیض مثبت برای دخترها. از این میان 61,799 نفر در دانشگاه‌های دولتی و 77,718 نفر در دانشگاه‌های خصوصی قبول شدند. سالها پیش نتیجه نگرفتن در کنکور برای بسیاری یک بن‌بست و شکست بود. اما حالا
دانشگاه‌های خصوصی این بن‌بست را شکسته. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. بریم به مصر. در جنوب قاهره پایتخت این کشور یک هرم باستانی به روی گردشگران باز شده که مقطعی کلیدی از سیر تکامل احداث اهرام مصر رو نشون میده. این هرم که به هرم خمیده معروفه بیش از 4500 سال پیش ساخته شده. حالا گردشگران میتونن از دالانی باریک پایین بخزند و در دو حجره در عمق این هرم بگردن. گزارشی ببینیم از تیمال. مصر باستان همیشه اسراری دارد که فاش کند. قبل از اهرام معروف مصر، این هرم خمیده بنا شده بود. هرم اسنفرو، برای بنیانگذار چهارمین دودمان فرعونه، با طراحی غیرمعمول، سکویی برای ارتقای آنچه بعدتر قرار بود ساخته شود. حالا مقام‌های مصری خرسندند که آن را به رخ بکشند. دهشور یکی از مهمترین مناطق باستان شناختی است. با دست کم 5 هرم، 2 هرم اسنفرو، هرم خمیده و هرم‌های سرخ در شمال و هر 3 هرم دوره پادشاهی میانه. و حالا مردم می‌توانند آن را جوری ببینند که هرگز ندیدند. دالانی باریک و شیبدار به طول 80 متر که تا قلب این هرم می‌رود. به نظر نمی‌رسد سیاحت آسانی باشد، اما دست کم یکی از چهره‌های بازدید کننده معتقد است ارزشش را دارد. این یکی از کمتر شناخته شده ترین جاهای این منطقه است و یکی از زیباترینشون. این اهرام واقعا جواهری هستند که گردشگرها باید بیان و ببینند. مومیایی ها، نقاب ها، تابوت ها و ابزار باستانی هم که در کاوش های اخیر اینجا کشف شده به نمایش گذاشتند. این هرم در واقع 2 سال دیگر به روی عموم مردم باز می شود. زمانی که البته در مقایسه با تاریخ چند هزار ساله اینجا چیزی نیست. تیم اولمن، بی بی سی نیوز. و در نهایت اینکه بازی فینال جام جهانی کریکت میان تیم های ملی انگلستان و نیوزیلند در جریانه. هیچ یک از این دو تیم تا به حال نتونستن جام را از آن خودشون بکنن، اما امروز یکی از اونها برای نخستین بار در زمین کریکت لوردز در لندن جام رو در دستش خواهد گرفت. انتظار میره که تیم انگلستان بعد از 3 باخت در آغاز رقابت‌ها انتظار میرفت که حذف بشه، اما بردهای پیاپی به ویژه برد مقابل استرالیا در نیمه نهایی این تیم رو نجات داد. نیوزیلند هم با پیروزی غیر منتظره مقابل هند تونست به فینال رقابت‌ها برسه. ممنون که با ما همراه هستید.